رابطه همراه میشیم با همکارم احمد صمدی از برلین. احمد، خب سفر پرسر و صدای آقای اردوغان به آلمان به پایان رسید. مقامات دو کشور چه گفتند و چه تصمیم های احتمالی گرفتند؟ تنها صبح انتظار میرفت که دیدارهای چندان دوستانه بین آقای اردوغان و مقامات آلمان برگزار نشه و خب این رو در چهره مقامات آلمانی میشد دید که همگی در دیدارشون با آقای اردوغان چهره در هم کشیده داشتند و خب البته آقای اردوغان هم همون سیاق همیشگی رو داشت و خب در گفتگوهاش هیچ تغییری به وجود نیومده بود. در خصوص این دیدارها، خب آقای اردوغان در سفری که به آلمان داشت البته در خصوص مسائل مختلفی گفتگو کردن. شاید مهمترین بحث جنگ حماس و اسرائیل بود که خب در واقع نتیجه چندانی نداشت و از قبل هم پیش بینی میشد که دیدگاه ها به هم نزدیک نباشه، به ویژه در خصوص مسئله آتش بس که آقای اردوغان مدام تاکید داشت که حماس در واقع انسان ها در فلسطین دارن کشته میشن در نوار غزه و از رسانه ها هم انتقاد میکرد که چرا مدام از حماس حرف میزنید و کسی چرا نمی که این همه انسان داره کشته میشه، که خب آقای شولتز تاکید داشت که در واقع ما درست که اختلاف نظر داریم در خصوص مسائل مربوط به جنگ خاورمیانه و جنگی که بین دو طرف برقرار هست، اما نکته نگران کننده اینه که این جنگ میتونه که به کل منطقه در واقع گسترش پیدا بکنه و این بسیار نگرانی بزرگی هستش. آقای اردوغان خب در این گفتگوهایی که داشت دیگه از اون توصیف هایی که برای حماس به کار می برد، یعنی مبارزان آزادی بخش یا گروه مقاومت، استفاده نمی کرد، که خب البته در خصوص اسرائیل هم از عباراتی که در قبل استفاده کرد و موجب تکدر خاطر مقامات آلمانی شده بود، یعنی فاشیستی بودن اسرائیل، هم به کار نبرد. اما رسانه ها انتقاد داشتن که چرا آقای اردوغان در این حال اشاره نمی کنه که حماس از سوی قدرت های منطقه مثل جمهوری اسلامی داره حمایت میشه. با این حال این در این نشست گفتگوهای دیگه هم شده بود، مثل مسئله پناهندگانی که از منطقه خاورمیانه به سمت اروپا میان. آلمان بسیار نگران این موضوع هست به خاطر تحولاتی که ممکنه در آینده پیش بده و خب گفتگوها در این مورد بیشتر مورد توجه دو طرف قرار گرفته بود.